سلام و ادب خدمت همه دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه به کانال نکست لول خوش اومدید احسان هستم و با جلسه جدیدی از آموزش زبان نروژی در خدمتتون هستم توی این جلسه میخوام راجع به اسامی مرکب صحبت بکنم پس با من همراه باشید خیلی خوب اول از همه از اینجا شروع بکنیم که اسامی مرکب چی شما در نظر بگیرید که یک اسم به کمک یک صفت میتونه توضیح داده بشه اما اگر از یک اسم دیگه برای توضیحش استفاده بکنیم ما الان به اون اسم میگیم اسم مرکب و در حقیقت ما میخوایم همچین موضوعی رو توضیح بدیم که از اسامی دیگه به عنوان صفت برای یک اسم استفاده بکنیم برای مثال در نظر بگیرید یک لغتی مثل دسر که حالا توی زبان نروژی بهش میگن دسر و چون که مزکره یک این رو من اینجا آوردم به این دلیل که نشون بدم این لغت یک لغت مزکره و میشه دسر معنیش و یک لغت دیگه مثل کاسه رو در نظر بگیرید که میشه سکول و ای نشون میده که یک لغت معنسه حالا در نظر بگیرید که من میخوام بگم یک کاسه دسر و در حقیقت میخوام این دوتا اسم رو به هم بچسبونم حالا به یه ترتیب خاصی که میخوام مثلا اسم اولم کاسه باشه و اسمی که میخواد صفت باشه باسش دسر باشه دقیقا تو فارسی بگیم یک کاسه مثلا دسر میخوام همچین اسمی رو ترجمه بکنم و اگه دقت بکنین دو تا اسم هستن که یکی جنسیت مؤنث داره و یکی جنسیت مذکر داره خب حالا اون اسم مرکبی که اینجا ایجاد میشه چه شکلیه؟ چون این خودش یک اسم یک صفت نیستش که بیاد به اسم بعدی اضافه بشه بنابراین ما میخوایم راجع به این یه صحبتی بکنیم خیلی خوب دقت بکنین زمانی که این دوتا اسم من به هم میچسبونم یک اسم تشکیل میشه که بهش میگیم اسم مرکب اگه نگاه بکنین جنسیت این اسم مؤنثه دقیقا مثل جنسیت لغت اسکول یا لغت کاسه میدونید چرا این اتفاق میفته دلیلی که این اتفاق میفته اینه که موجودیت این اسم مرکب در حقیقت همون موجودیت اسکول هستش موجودیت کاسه هستش چون که دسر به عنوان یک صفت اینجا استفاده میشه میاد به این اسم بعدی میچسبه درسته که اسمه اما اینجا دیگه نقشی مثل قبل نداره کل این یک اسم میشه و بهش میگن اسم مرکب و در حقیقت موجودیتش رو هم از لغت آخرش به دست میاره بنابراین اگر من بخوام با لغت دسر سکول رفتاری بکنم باید همون رفتار رو بکنم که با لغت اسکول میکنم یعنی جنسیتش رو از اسکول میگیره جمع شدنش دقیقا به همون شکلیه که اسکول رو جمع میکنیم و معرفه و نکره شدنش دقیقا به همون شکلیه که اسکول رو معرفه و نکره میکنیم برای مثال این چهارتا شکل رو اینجا نگاه بکنین این چهارتا شکلیه که تو اسامی خیلی شکلهای مهمی هستن و اگه فراموش کردین یا مطالعه نکردین حتما به ویدیوهای گرامر رجوع بکنین و اونجا اینها رو مطالعه بکنین مثلا شکل اول شکل مفرد نکره هستش و چون که دسر اسکول یک اسمیه که دقیقا موجودیتش یک اسکول هستش عین اسکول باش رفتار میشه پس جنسیتش معنسه و وقتی که میخوام بگم یک کاسه دسر از ای استفاده میکنم زمانی که میخوام این اسم رو معرفه بکنم دقیقا مطابق اون کاری که باسه اسکول میکنم را انجام میدم در حقیقت میام میگم اسکولا توی زمانی که میخوام اسکول رو معرفه بکنم اینجا هم همینه میگم دسر اسکولا یا زمانی که میخوام جمع بکنم اسکول رو میگم اسکولر اینجا هم همینه میگم دسر اسکولر و زمانی که میخوام جمع معرفه بسازم میگم اسکولنه و اینجا هم همین اتفاق میفته باسه این اسم مرکب و میگم دسر اسکولنه خیلی خوب شاید الان یه دید خوبی پیدا کرده باشید واسه اینکه زمانی که میخوایم دو تا اسم رو به هم اضافه بکنیم و یک اسم مرکب استفاده بکنیم چه اتفاقی میفته دو تا نکته ای که شاید اینجا متوجه شده باشین اول از همه که موجودیت اسم ما همون موجودیتیه که اسم آخر اینجا داره و در حقیقت هر رفتاری که با اسم مرکب میشه همون رفتاریه که با لغت آخری که وجود داره میشه و نکته دوم اینه که زمانی که میخواید یک اسم رو به عنوان صفت برای اسم بعدی استفاده بکنین اینه که اون اسم میاد مستقیم میچسبه به اسم بعدی و مثل انگلیسی مثلا نیستش که یه فاصله ای داشته باشه بنابراین این شکل کلیه که من تا اینجا توضیح دادم لغت دسر بود لغت کاسه بود من این دوتا رو میخواستم به هم بچسبونم تا بگم یک کاسه مثلا دسر و اینها رو وقتی چسبوندم مستقیم چسبوندم به هم شد ای دسر سکول و بعد از اون هم چهار تا شکلش رو دیدیم که مطابقت میکنه با اون اتفاقی که برای سکول میفته یه مثال دیگه ببینیم مثلا میخوام بگم مصاحبه شغلی دقت بکنین شغل میشه در زبان نروژی یوب و چون جنسیتش مذکره من اینو اینجا آوردم حالا اینترویو دقیقا مثل اینترویو انگلیسیه ولی خب یه شکل دیگه نوشته میشه به شکل نروژی و چون جنسیت خونسا داره با ات استفاده میشه حالا میتونید حدس بزنید اگه بخوام بگم مصاحبه شغلی بعد این دوتا رو به هم بچسبونم و بگم یوب اینترویو و جنسیتش رو هم میتونید حدس بزنید از کی میگیره از لغت آخر که اینترویو بوده چون که جنسیت خونسا داشته این لغت یا این اسم مرکب هم جنسیتش خونسا میشه و از ات اینجا استفاده میشه یه نکته جالبی که حالا واسه خود من جالب بود و میشه گفتش از اسامی مرکب پیدا کردم اینه که اگه ما بخوایم اینو ترجمه بکنیم توی فارسی خیلی راحت از سمت راست بخونینش ببینید ما تو فارسی میگیم مصاحبه شغلی اینجا هم بگید اینترویو یوب اومده پس میشه مصاحبه اول لغت سمت راست رو بخونید و بعد لغت سمت چپ رو بخونید میشه مصاحبه شغلی این هم واسه ترجمهش به نظر من نکته جالبیه که حالا اگه دقت بکنین واسه ترجمه کردنش خیلی بهتون کمک میکنه چون که جلوتر میخونیم که فقط یه لغت رو به عنوان صفت استفاده نمیکنن گاهی ممکن چند لغت پشت هم بیان و یه لغت و یک اسم مرکب رو تشکیل بدن که حالا جلوتر با هم میبینیم و در انتها همین چهار تا شکل رو من آوردم که حالا اینجا سه تا شکلش اومده سه تا شکلی که این شکل شکل میشه گفتش که معرفش بوده شکل مفرد معرفه حالا دلیلی که این خط اینجا اینجا اومده به این دلیله که ما میدونیم اتفاقی که واسه یوب اینترویو یا هر چی دیگه ای که آخرش اینترویو هست میفته دقیقا همون اتفاقی که واسه اینترویو میفته بنابراین تو لکسین هم اگه شما یا تو هر دیکشنری واردش بکنین میبینین یه همچین قیافه هایی رو میکشه دیگه نمیاد لغت قبلیش رو بیاره و میگه لغت آخر مهمه بنابراین لغت آخر مهمه این بخش رو میذاره و قسمت آخر رو که مهمه رو می اینجا مینویسه و این شکل شکل میشه گفتش که مفرد معرفشه شکل بعدی که اینترویور هست شکل جمع نکرشه که البته گفته شکل دیگه هم وجود داره باسش از جمله اسم هستش که شکل جمع نکرش خودش هم میتونه باشه و شکل جمع معرفش که اینترویو نبوده و یا اینترویو که تو قسمت گرامر ما راجع به این سه شکل و در حقیقت چهار شکل هستن شکل مفرد نکرش اینجا اومده صحبت کردیم و اگه فراموش کردین به این ویدیو رجوع کنی. یک مثال دیگه با هم نگاه بکنیم که خیلی مثال میشه گفتش که کاربردی تریه از بقیه ببینید ای این اوپ واسک میشه بشقاب و لیوان و کلا ظرفایی که باید شسته بشن کسیف شدن مثلا و ای این ماشین میشه یک ماشین دستگاه خب جفتشون مذکرن و دقت بکنید که اسکی آی اینجا صدای شی میده و اگه مثلا اسکی رو بخوایم به نروژی بگیم نمیگیم اسکی میگیم شی چون اسکی آی صدای شی میده اسکی زمانی که به آی میرسه و اگه فراموش کردیم ویدیوهای اول رو نگاه بکنید که راجع به تلفظ صحبت کردیم خب حالا دقت بکنید من میخوام بگم ماشین ظرفشویی میتونم این دوتا رو ترکیب بکنم الان خیلی راحت میتونید بگید وقتی من میگم ماشین ظرفشویی طبق نکته که گفتم سمت راست بعد لغت ماشین بیاد و سمت چپ بعد لغت ظرفشویی بیاد دقت بکنین دقیقا سمت راست لغت ماشین اومده و سمت چپ لغت ظرف اومده و حالا کیه اینجا که جنسیت کلمه رو مشخص میکنه ماشینه و اگه مثلا اوبواسک یه جنسیت دیگه داشت مهم نبود کل این کلمه این اسم مرکب همون جنسیتی رو داره که ماشین داشته همون رفتاری رو باش میکنن که با ماشین میکنن بنابراین این اوبواس ماشین همون ماشین ظرفشوییه این ماشین تار اوبواسکن یک مثال دیگه با هم نگاه کنیم دقت بکنید یه لغتی داریم به نام شکن که میشه آشپزخونه و حالا من شکلهای دیگر رو که توی دیکشنری هست و اینجا آوردم که الان دیگه باش آشنایید که اون چهار تا شکل مهمیه که واسه اسم وجود داره شکل مفرد معرفش شکل جمع نکرش شکل جمع معرفش که حالا اینجا باز دو شکل داره جمع نکره و جمع معرفش شکن یک لغتیه که جنسیت خنسا داره به معنای آشپزخونه. یک لغت دیگه ای هم داریم به نام اسکاپ که جنسیت خنسا داره کماکان اتسکاپ به معنای کابینته. ببینید شکل معرفش اسکاپه بوده، شکل جمعش اسکاپ بوده و شکل جمع معرفش اسکاپن نبوده یا اسکاپ ها. این دیگه فقط یه شکل داره توی جمع نکره. و حالا اگه قواعد رو بخونین میفهمین به چه دلیلی اینجا شکل جمع نکرش ایار نگرفته و ما بعدا هم توی ویدیوهای این سری توضیح خواهیم داد راجع به این موضوع ببینید لغتی بوده به نام آشپزخونه یه لغتی بوده کابینت حالا من میخوام بگم کابینت آشپزخونه خب اینو چه جوری میسازم میام لغت آشپزخونه رو میذارم سمت چپ میچسبونم به لغت کابینت کابینت میشده اسکاپ و آشپزخونه میشده شکن بنابراین شکن اسکاپ حالا میخوام بگم یک جنسیتشو تعیین بکنم جنسیت از کی میاد از آخرین لغتی که چسبیده شده میاد از اسکاپ میاد جنسیت اسکاپ ات بوده خونسا بوده بنابراین میخوام بگم یک کابینت آشپزخانه میگم ات شوکن اسکاپ و حالا توضیحش هم که ات اسکاپ پو شوکنه خیلی خوب امیدوارم که خیلی خوب توضیح داده باشم و خیلی خوب یاد گرفته باشین و استفاده کرده باشین روز خوبی داشته باشین خدا نگه.